شما شبتان بخیر. امروز جمعه 21 خوص سال 1393 خوشبیست که برابر می شود با 12 دسامبر سال 2014 میلادی. با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با من پریسا ابراهیمی در این مجموعه خبری خوش آمدید. حکومت از این پس نباید طالبان را مخالف سیاسی عنوان کند. آسیبیده های رویداد انتحاری در لیسه استقلال می گویند افرادی که دست به انتحار می زنند نه افکار همسان دینی با دیگر افغان ها دارند و نه هم مسلمانند. همزمان وزارت داخلی افغانستان تروریستان را بدترین مردمان روی زمین می دانند که نه دین دارند و نه هم مذهب. در همین حال رئیس جمهور غنی اطمینان می دهد که برای آوردن آرامش در کشور از هر دریچه استفاده خواهد کرد. در این باره همکارم نصرت پارسا جزئیات می دهد. تپش قلب سکوت پس از انفجار، هرچند صحنه های هنری بود اما انتحار کننده نوجوان توانست از پیش چشم ماموران امنیتی خود را به درون تالار برساند و این نمایشنامه را به حقیقت بدل کند. این هم سکوت گلاب بامیک پس از انفجار، به حد ناتوانش ساخته که نمیتواند سخن بزند. ساعت هاست در پس دروازه بیمارستان انتظار خبر دوستانش را میکشد که در این نمایشنامه زخم برداشتند. شاهدان صحنه های نمایشی و واقعی سکوت پس از انفجار چشم دیدهای عجیبی دارند. همه که انفجار شد ما فکر کردم که یک صحنه از نمایش است. ما تو پس در جایم راحت بودم که یک بار دیدم که از بالا چنگ و غبار و چیزاب چی شد پس کلیگم. در جمع نزدیک به 20 زخمی این رویداد چندین خبرنگار و تصویربردار نیز شاملند، از جمله زبیر تصویربردار تلویزیون میترا. زبیر تا نوقت‌های روز جمعه وضعیت خوب ندارد. لعنتی‌های کافرای لینا مستقیم میآیند، مستقیم در محفل ما و شما اشتراک میکنند، در خط اول در قطار اول میشینند، انفجار میدن خود که طفل معصوم مسکین بیگناه را از بین میبرند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دقایق پس از این رویداد به بیمارستان ایمرجنسی به عیادت زخمی ها رفت. آقای غنی در جریان این دیدار اطمینان داده است که برای آوردن آرامش در کشور از هر دریچه استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور بعد تروریستان هشدار می دهد که هیچگاه با چنین اعمالشان مردم افغانستان را شکست نخواهند داد. فضل خدا شد. سخت ببراییم انشالله ازش انشالله. اگه اینا فکر میکنن که اینا ما رو شکستانده میتونن؟ نمیتونن. اما قدر باور داشته باشیم که مملکت بر قیمت باشم انشالله و تالا ما آرام میتونیم. صد در صد سلطانی دوبار داریم. اما چرا این بار لیسه استقلال هدف قرار گرفت؟ جایی که در آن بیشتر از آموزش و پرورش سخن گفته میشود و تالار لیسه استقلال جایی که انفجار صورت گرفت جایی است که در آن بیشتر برنامه‌های هنری فرهنگی برگزار می شود. لیسه استقلال یک برنامه بسیار مهم بود که به وحشت و دهشت تروریست‌ها نفرین می فرستادن. کار تروریست‌هایی که بدترین مردم دنیا هستند، کسایی که نه مذهب دارن نه دین دارن. و این تروریست‌ها همشان هویتشان هویدا و واضح است که طالب هستند، حقانی است، القاعده است، همین ها هستند. 23 ساعت پس از انفجار، لیسه استقلال در انسداد امنیتی قرار دارد. به خبرنگاران اجازه رفتن به محوطه این مکتب را نمیدهند. ده ها خبرنگار و فعال مدنی آمدند، بیزاری و نفرتشان را نسبت به طالبان و تروریستان ابراز می کنند. سلاح برای مبارزه با خود ندارند. ابزار مبارزهشان کاغذ است و قلم. می گویند باید حکومت سیاست خود را در برابر طالبان تغییر دهد. طالبان را دشمن بشریت و انسانیت می نامند. یگانه محلی که می تانست محل خیلی مسئول برای مردم افغانستان و برای تبارز هنر برای مردم افغانستان باشه مورد هدف قرار می دهد. به ایمان است که دشمن خیلی از نارسایی و ناتوانی خود بحث می کنه و به مراجع پناه می بره که از نقطه نظر دفاعی خیلی ضعیف و ناتوان است. حمله بر مرکز فرهنگی فرانسه بسیاری ها را در افغانستان اندوهگین ساخته است، حتی این عضو پیشین گروه طالبان را. زخپل در خبر دکتورم چی در ملکی خلقو ما هم در طوله چی در ملکی خلقو چی آقا پیو طرف که واقعی هم نی آقا در من دزی زخپل در یه مخالی پیم.
مرکز فرهنگی فرانسه در کابل در چند کیلومتری کاخ ریاست جمهوری قرار دارد. همچنان وزارت خارجه و چند نهاد مهم دولتی دیگر در نزدیکی های این محل قرار دارند. پرسش اینجاست که چرا ماموران امنیتی نتوانستند انتحار کننده را پیش از رسیدن به این محل شناسایی کنند. حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی فرانسه در کابل کار شبکه حقانی بوده است. مسئولان امنیت ملی با ابراز این مطلب میگویند شبکه حقانی توسط طفل 16 ساله که یونیفرم مکتب را بر تن داشت حمله را انجام داده است. همچنان ریاست امنیت ملی از گرفتاری یک مرکز شبکه حقانی در کابل که به بهانه فابریکه بودسازی اقدامات تروریستی میکردند هم خبر میدهد. شریف الله‌بیان جزئیات بیشتر را ارائه میکند. روز پنجشنبه حمله انتحاری در تالار مرکز فرهنگی فرانسه در لیسه استقلال در حال صورت گرفت که یک تئاتر در حال نمایش بود. در این حمله یک تبعه خارجی کشته شد و 10 تن دیگر زخم برداشتند. امنیت ملی این حمله را کار شبکه حقانی می‌داند. شبکه حقانی با استفاده از یک طفل 15 ساله ای حمله را راه اندازی نمود و این حمله اکثریت تلفاتش دیگر اطفال و متعلمین لیسه استقلال بود. ریاست امنیت ملی همچنان از کشف یک مرکز شبکه حقانی در کابل خبر می دهد. به گفته سخنگوی این ریاست، مرکز یاد شده ظاهراً فابریکه تولید بود بود، اما در اصل مرکز جذب و سازماندهی تروریستان بوده است. اینا با استفاده پوشش از فابریکه ساخت بود در نایه نهم شهر کابل، به خاطر جلب و جذب افراد تروریست و انتحاری اینا در کابل جلب و جذب میکردن و اینا را میفرستادن به مناطق دوردست به کمپای آموزشی و تروریستی و دوباره پس به کابل ارسال میکردن تا عملات تروریستی خود را اندازی کنن که ما خوشبختانه تانستیم اینا را دزگیر نماییم. همزمان با این حسیب الله صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید منصوبین این ریاست در ننگرهار شخص را بازداشت کردند که میخواست به بهانه آموزش‌های دینی 27 طفل را به پاکستان انتقال دهد. یک تن از این افراد به اسم سید کریم در ولایت نورستان 27 طفل را از فامیل‌ها گرفته بود و قصد داشت تا اینا را به پنجاب ببره و تحت نام آموزش دینی اینا را برای انجام عملات انفجاری و تروریستی آماده بسازه و دوباره به افغانستان انتقال بده که خوشبختانه ریاست عمومی امنیت ملی از ناحیه اول شهر جلال‌آباد این فرد دزگیر کرد و اطفال متضرر را دوباره به ولایتشان و به فامیلایشان تسلیم دادیم. این در حالی است که شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد از افزایش نامنی‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. شورا با نشر خبرنامه حمله اخیر بر مرکز فرهنگی فرانسه و سایر اقدامات تروریستی را محکوم می کند. رئیس ستاد ارتش روسیه می گوید تمرکز بیشتر کشورهای جهان بر فعالیت‌های داعش چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان را کاهش خواهد داد. این نظامیه روسیه ابراز نگرانی می کند که فراموشی افغانستان اوضاع در این کشور را بدتر خواهد ساخت. به گفته این مقام ارشد نظامی روسیه همکاری بین‌المللی در منطقه برای جلوگیری از هرج و مرج در افغانستان باید احیا شود. جزئیات بیشتر با فهیم نوری. یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نگرانی ازبکستان از وضعیت در افغانستان را در سفرش به تاشکند پس از گفتگو با رئیس جمهور ازبکستان بیان کرد، اکنون لیدر سی این کشور پیش بینی می کند که با خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان وضعیت در این کشور به احتمال زیاد بدتر خواهد شد. با در نظر داشت تصمیم رهبری سیاسی آمریکا برای خروج نیروها به رهبری این کشور از افغانستان پیش از پایان سال 2014 میلادی ما پیش بینی میکنیم که به احتمال زیاد وضعیت در افغانستان به طور قابل توجه بدتر خواهد شد. از جمله برخی از گروه های هراس افغان اداره برخی از مناطق را به دست خواهد گرفت. این جنرال ارشد روسی هشدار می‌دهد که رویدادهای جاری در عراق و سوریه و همچنان ظهور داعش ممکن منجر به کاهش تمرکز و توجه غرب و سایر کشورها به افغانستان شود و امنیت تمام ساحه آسیای مرکزی را به خطر اندازد. و این سخنان را در دیدار با اتشه‌های نظامی کشورهای خارجی در مسکو ابراز کرده است.
ساختارهای قبلی همکاری‌های بین المللی بین کشورهای مربوطه را برای جلوگیری از توسعه وضعیت در افغانستان بر اساس یک سوژه منفی احیا کنید. همکاری بین روسیه و ناتو در افغانستان در اوایل سال جاری به تصمیم ایالات متحده آمریکا و متحدان آن به عنوان بخش از تحریم‌ها علیه مسکو به خاطر بحران در اوکراین متوقف شد. تأخیر در اعلام کابینه سبب کاهش اعتبار و مشروعیت حکومت داری میان شهروندان خواهد شد. شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که علت معرفی نشدن نامزد وزیران به مجلس نمایندگان تنش‌ها میان رئیس حکومت و رئیس اجرایوی در گزینش نامزد وزیران است. در همین حال رئیس جمهور 4 تن را به حیث سرپرست‌های 4 وزارت معرفی کرده است. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر. گام های تکراری حکومت بر چگونگی گزینش مقام های ارشد حکومتی. به تازگی رئیس جمهور فرمان داده است تا از این پس محمد مصطفی مستور معین وزارت مالیه به حیث سرپرست وزارت مالیه، مژگان مصطفیوی که به عنوان معین وزارت زنان کار میکرد به عنوان سرپرست وزارت زنان، مزمل شینواری به حیث سرپرست وزارت تجارت و عتیق‌الله عاطف‌مل به حیث سرپرست وزارت امور خارجه گماشته شوند. اما آگاهان سیاسی برداشتن چنین گام هایی را در امر حکومتداری مؤثر ناکام دانسته میگویند. تنش میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت سبب معرفی نشدن کابینه شده است. افغانستان در حالت جنگ است، اما وزیر جنگ، وزیر داخله، وزیر امنیت ندارد. با تاسف گرایش های سیاسی، گرایش های قومی، گرایش های زبانی، منطقی، اینها چالش هایی هستند که سبب شده نتوانند دو رئیس جمهور و رئیس اجرایه به یک توافق مشترک دست بیابند. معرفی نشدن کابینه بر مردم افغانستان سوال به وجود آورده که حکومت یک حکومت توانا و کارا نیست. امید هستم که ذهنیت بیشتر مردم مایوس نکنه. هر چیز زودتر کابینه معرفی شوه. پارلمان افغانستان هم خواستار ازی است که هر چیز زودتر وزیرای مسئول بیان مسئولیت خود بگیرن، اتخاذ کنن. شهروندان کشور معرفی نشدن کابینه را انتقاد کرده میگویند نباید حکومت به دنبال مسائل قومی و حزبی باشد، بل با معرفی کابینه تغییرات لازم را در حکومت وارد سازند. ده افغانستان خود ډیر خرابی خواته مخکې کیږي او خرابی کی نورم د نامیان زیات کیږي لورس پورز انتحاریان کیږي ډیر خلک تباسل ډیر بیکاری ته وګورته و سالات سیګور موږ ډیر ور خطایو ځکه چې هر ورځ انتحاری کیږي هر شی قیمت دی خلک زلونه نخ کوي سرور جان اوس په سال براسي. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود که رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت در مورد کابینه به توافق رسیدند و در کابینه جدید افغانستان چهره‌های جدید گماشته خواهد شد که 4 زن نیز شامل آنانند. پس از جنجال‌های انتخاباتی بسیار که حکومت وحدت ملی شکل گرفت، امیدها و آرزوها این بود که تغییرات بر زندگی باشندگان و مردمان کشور ایجاد شود. ظاهراً امیدها امروز این گونه نیست و باشندگان نسبت به آینده این حکومت چندان هم امیدوار نیستند. دیده شود پس از آن که کابینه تازه شکل بگیرد چه تغییرات بر زندگی مردم وارد خواهد شد. احمد فرشاد از ساله آریانا نیوز. 10 سرباز اسیر شده پلیس در نزد طالبان در ولسوالی وردوج بدخشان امروز در یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی از بند طالبان آزاد شدند. این سربازان پلیس 1.5 ماه پیش همراه با 14 سرباز دیگر هنگام نبرد با طالبان به دست مخالفان مسلح افتاده بودند. لال محمد احمد زای سخنگوی فرمانده پلیس ولایت بدخشان با تایید این رویداد میگه 14 تن دیگر این نیروها پیش از این از اسارت طالبان بیرون آورده شده بود. عملیات را که نیروهای پلیس ما راه اندازی کردند و همکنون خاتمه یافت، تمامی سربازای اسیر نزد مخالفین مسلح آزاد شدند. در مجموع اینا 24 نفر بودند. 1.5 ماه قبل از امروز در اسارت مخالفین در آمده بودند و ما خوشبختانه طی عملیات‌های جداگانه خود این نیروهای خود از چنگال مخالفین نجات دادیم. اکنون توجه کنیم به خبرهای خارجی که با همکاری را
دهمین نشست اتاق تجارت افغان و آمریکا در واشنگتن پایان یافت. در این نشست سرمایه‌گذاران افغان و آمریکایی تعهد کردند تا راه‌های حل مناسب را برای بیرون رفت از چالش‌های اقتصادی افغانستان دریافت کنند. همزمان با این مسرانه شرکت افغان بیسیم از خدمات جدید این شرکت خبر داد. در این باره نظیر عظیم کرمی از واشنگتن گزارش می‌دهد. شرکت کنندگان در دهمین اجلاس سالانه اتاق تجارت آمریکا افغانستان در واشنگتن نسبت به آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده و بر قابلیت‌های این کشور به ویژه در بخش‌های زراعت، وضعیت زنان، امن و نقل و تکنولوژی معلوماتی تاکید کردند. در این نشست، رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر از ادامه تعهدات درازمدت واشنگتن در بخش‌های بازسازی افغانستان اطمینان داد. در این گرد همایی مانتی سایمنز نماینده شرکت مخابراتی افغان بیسیم همچنان از برنامه‌های این شرکت یادآوری کرده گفت این شرکت در نظر دارد تا در عرصه تلفن‌های همراه امکانات بیشتری را برای مردم ایجاد کند. Share a few interesting updates on that AWCC is making great progress in Afghanistan. ظرف چند روز آینده افغان بیسیم با پیوستن به یک شبکه جهانی مدرن با سریع‌ترین سرویس جهانی که در تاریخ افغانستان سابقه ندارد وصل خواهد شد. این یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان است. این دستاورد ما را هیجان انگیز ساخته است زیرا ما حاصل تلاش‌های دو ساله خود را با آغاز این برنامه خواهیم دید، آن هم در 2015. آقای مانتی همچنان یادآور شد که شبکه افغان بیسیم قرارداد را با سازمان غذایی جهان نیز امضا کرده است تا از طریق خدمات انتقال پول نیازمندان بتوانند مواد غذایی را از فروشگاه‌ها به دست آورند. با این همه رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شماری از بازرگانان بر مدرن سازی سیستم آبیاری و حمل و نقل نیز تاکید کردند. در قسمت ترانزیت و تجارت باید راه‌های بدیل ترانزیتی در افغانستان روش کار شود و وجود بیاید. در قسمت انکشاف زراعت باید سیستم آبیاری در افغانستان رشد بیابه و مدرن شود و یک مدیریت بهتر از آب‌های افغانستان صورت بگیره. در قسمت فراهمسازی پارک‌های صنعتی با مجهز با امکانات زیربنایی کامل و همچنان در قسمت پابلیک پرایوت پارتنرشپ بین حکومت و سکتور خصوصی و موضوعات بیشتر دیگه هم در قسمت دسترسی به منابع مالی موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. گفتنی است که نشست های اتاق تجارت افغانستان آمریکا همه ساله در ماه دسامبر در واشنگتن برگزار می شود. همکارم احمد زبیر حبیب زاده رویدادهای ورزشی را تقدیمتان می کنم. آقای زبیر زاده بفرمایید. سلام خدمت شما و تمامی بیننده ها. خبرهای ورزشی را پس از وقفه کوتاه دنبال می کنیم. بر رویدادهای ورزشی خوش آمدید. صفی الله کوهستانی میلی پوش پانکریشن افغانستان در حال به دور نهایی رقابت های فستیوال ورزشی جنوب آسیا راه یافت است که در بخش پولی داماس افغانستان توانست با بیشترین امتیاز به مقام نخست دست یابد. میلی پوشان پانکریشن افغانستان در آغازین روز از پیکارهای فستیوال ورزشی کشورهای جنوب آسیا که به میزبانی شهر کتماندوی نیپال برگزار می‌گردد توانستند بدون شکست به پیش بروند و در این میان صفی الله کوهستانی با شکست دو حریف از هند و نیپال به مرحله نهایی راه یافت. در سوی دیگر در بخش تیمی و در سبک پولی داماس افغانستان با بیشترین امتیاز در سکوی نخست قرار گرفت. نیپال میزبان به مقام دوم رسید و هند نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در این رقابت‌ها افغانستان 4 نماینده دارد که در بخش آگون یا انفرادی صفی الله کوهستانی در 78 کیلوگرم، امید کوهستانی در 66 کیلوگرم، محمد زمان در 71 کیلوگرم و عبدالولی فرزاد در 85 کیلوگرم به مسافه حریفان خواهند رفت. پیکارهای لیگ برتر تکواندوی کابل امروز در سالن ورزشی ریاست تربیت بدنی افغانستان استارت خورد. این رقابت‌ها با اشتراک تکواندوکاران پایتخت در حال آغاز شده است که این روزها نخستین هفته کاری نجیب الله سکندری رئیس منتخب پس از انتخاب در ریاست تربیت بدنی به شمار می‌رود. در این مسابقات بیش از 200 ورزشکار از باشگاه‌های شهر کابل در رده سنی بزرگسالان اشتراک کردند و مسئولان از برگزاری این پیکارهای
در رده های نوجوانان و جوانان نیز سخن میزنند. هدف از برگزاری این رقابت ها ترویج دوباره تکواندو در افغانستان و آماده نگه داشتن ورزشکاران تیم های ملی عنوان شده است. خبرهای آب و هوا را هم همکارم تقدیمتان میکند. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. و سرانجام غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3 پیش بینی شده است. از امتحان خبرهای این ساعت سپاسگزارم. وقت شبتان خوش. خداوند نگهدارتان.